کشتمون اینجا 16000 متره. چند نفر مشغول به کارن؟ 150 نفر اینجا مستقیم دارن کار میکنن. یکی از بزرگترین واحدهای تولید قارچ. اینجا ببینید ما در یک سال نزدیک 1950 تن تولید داریم. در صنعتی که یکی از مزیت‌هایش امکان تولید در نقاط مختلف کشور است، حالا دیگر استفاده از روش‌های سنتی از صرفه اقتصادی فاصله گرفته. کنترلینگش توسط مانیتورینگ‌هایی که داریم انجام میشه که این دستگاه بومی سازی شده. سرانه مصرف قارچ در ایران حدود 1.5 کیلوگرم است، رقمی که با متوسط جهانی فاصله 3 واحدی دارد. برای افزایش این آمار و البته جلوگیری از هدر رفته محصولات، فعالیت سرمایه گذاران این عرصه در صنایع تبدیلی هم چشمگیر است. با فرآوری که انجام میشه عمر محصول رو ما افزایش میدیم. چیا تولید میشه؟ یعنی از قارچ در واقع اولی محصولی که تولید میشه کنسرو خود قارچ. با وجود همه اینها اما هنوز واحدهای تولیدی قارچ اغلب با کمتر از نصف ظرفیت اسمی خود مشغول تولیدند. الان واحد با حداکثر 40-50% ظرفیت خودش با توجه به شرایط داره فعالیت و تولید میکنه. یکی از مهمترین راهها برای افزایش ظرفیت تولید این واحدها صادرات است. در سال همون نزدیک 2000 تن رو داریم ما. برای کشورهای عراق، ارزم به حضورشون قطر و دبی صادرات داشتیم. افزایش صادرات این محصول اما خود با چالش‌هایی همراه است. هزینه هایی که در واقع برای ترابری هستش خیلی سنگینه، برای اینکه در واقع وسایل حمل و نقل خاصی میخواد، یخچال هایی رو میخواد که دمای مناسبی داشته باشن. هزینه حمل و نقل هوایی خیلی بالاست. وقتی که حدودا 6000 تومان کیلویی از همون میگیرن و اگه مساعدتی انجام بشه این هزینه کمتر انجام بگیرن، ما راحت میتونیم ماه سالانه حدود 400 تن قارچ تازه رو به اروپا صادر کنیم. این در حالی است که در برخی کشورها از جمله ترکیه برای صادرکنندگان این محصول مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته می‌شود. از دیگر موانع تولید قارچ افزایش هزینه هاست. هرچند تسهیلات دولت در این عرصه چشمگیر است، هر میزان نیازی که تسهیلات تر نیاز تسهیلاتی داشته باشه مشروط به تأمین 20% آورده از طرف خود سرمایه گذار، ما تسهیلات رو در اختیارش قرار میدیم. ولی علارغم تزریق این تسهیلات، بعضن باز هم زور تولید کننده به بالا رفتن هزینه های تولید نمیرسد. اینجا قبل از اینکه این تورم ها به این صورت به وجود بیاد، قرار بوده نزدیک به 4 میلیارد هزینه بشه تا 5 میلیارد. دولت قرار بود 80% به ما کمک کنه. ولی الان متاسفانه 3 برابر در اومده که نصفش تقریبا دولت کمک کرد. علی‌رغم همه اینها کشورمان هفتمین تولید کننده قارچ در جهان است. زمینه‌ای برای اشتغالزایی و تولید که رفع موانع توسعه در آن رشد روزافزونش را فراهم می‌آورد. تولید سالانه قارچ در کشورمان حدود 150000 تن است و رشد این صنعت هم بین 20-25%. آماری که حکایت از پتانسیل بالای این صنعت برای سرمایه‌گذاری و تولید دارد.